این که آیت الله بزرگیه، شاید علامه طباطباییه، پدرش صدرالدین هم همینجور فکر میکرد. مثل این هم الان زیادن که جور فکر میکنن که تازی ها چقدر جنایت کردن، به ایران حمله کردن. آقای خامنه ای، این انتصاباتی که راه انداختی، بازی که راه انداختی، شما همین رئیس جمهورای خودتون از اول تا الان از اول تا الان، اولی که با لباس زنانه فرار کرد ولی الان داره از انقلاب اسلامیتون دفاع میکنه، رهبر انقلاب اسلامی ابول، سید ابول بنی صدر تو پاریس میگه انقلاب اسلامی درست نشده، من خواهم برم درست چی کنم، اسم رو داشتم انقلاب اسلامی. یکی اولیش بود که خودتون گفتین که خائن و فلان. دوم اینم که موجهش کردین رجعی رفت رو هوا چی که بارش کردین، چی کرد؟ اسرائیل کرد؟ آمریکا کرد؟ و مسلمان خودتون بودن، شاگرد خودتون بودن. تا بعد شما بیا تمام رئیس جمهوراتون یکی یکی، بازرگانی که مونه خوزنزی بود که گفتیم خائنه، خاتمی هم که اصلا خائنه، احمد نژاد هم که خائنه، این روحانی هم که الان وزیر خارجهش میخواییم میگنی که خائنه، خودش هم که خائنه، داداش هم که زندانی کردین، حالا چجوری شده جهانگیر اسحاق آمده نمیدونم چجوری میشه میگن خودشون نام... همه دزده میگن خودشون نامزد میکنن. اینا باید بگیری آقای رئیسی، چون رئیسی میخوای کاری بکنی تو قاعده یه که بهتر میدونی دوز در بگیری، میخوای بیدهش بکنی رئیس جمهور بشی. آقا تو رئیس جمهور شدی فردا قبول، کدوم مملکت میتونی سفر کنی؟ تو رو بلوان یک جنایتکار دنیا شناختوندن، راه نمیکنم مملکت خارج شو های رئیس جمهور. عقلت به این نرسید های رئیسی؟ عقلت به این نرسید؟ این عکس شما ببینید، کلک انتخابات اینا تو هم عکس ببینید، همشون با هم هم یا همشون هم پاشید روحانی که میگن دزد جنایتکار جاسوس پاسپورت اسکاتلندی داره، چه داره چه داره، نماز میخونن از قالیباف گرفته تا عارف تا فران. آقا تو این که به امامت قبول میکنی جلوی این عادله یعنی عادل مردم ایران فکر کردی خرم، مردم سرنگونی شعار میدن، شعار ملت ایران فقط سرنگونیست و این میاد در راه شما. اصلا سعید محمد خودتون ترسیدین، از همون سعید محمد خودتون ترسیدین. چرا؟ چون مجتبی خامنه ای داره زمینه رو میسازه. دو تا هم عباسی، یکی فریدون یکی محمد، رفته بودن سخت نام کرده بودن در اون فریدونش خیلی مشهوره و اتم ایران دستش بوده و اینا، هیچ نسبتی با من ندارن ولی خب میگم این کارنوالی که اینا رو میندازن ملت گول نمیخوره، ملت ایران زیرکتر از این حرف هاست، شعارش فقط سرنگونیست و بس. مملکت ما دست کارگزاران و اصلاحاتی ها بوده، کمتر از 8 سال دست جنای دیگه بوده، چون تو 8 سال هم اختلال بوده. یعنی اونی که گفت که 38 سال اعدام، اونی که گفت بذارید یه امام رضا برای مردم بمونه، این حرفا رو برای چی زد؟ یعنی 38 سال تو جمهوری اسلامی اعدام بوده و تو که مسئول بودی ساکت بودی، تو شریک نبودی، مال دیگران بوده. خب اینا دروغی بود که گفته شد، اینا جفسازی بود، پول گرفته شده بابت این کلمات و جملاتی که درست شده و متاسفانه از صدا و سیمای ما این تبلیغات هم صورت گرفت و بعد از اون دوره هیچ کس این حرفا رو زیر سوال نبرده، هیچ کس هیچ شکایتی نکرده و میگن قاضی نیست که اگر شکایت کنه، اینو به من گفتن چون من شاکی بودم، گفتن قاضی نیست که بیاد حکم بده برای این آدم ها. چون من به عنوان شهروند ایرانی، به عنوان یه نفر که کار کرد، برادر عزیز مهندس شجره رو بهش شاد باش میگم، دستان گرم بشه میفشارم، درود دارم به همه شما عزیزان هر کجای جهان که هستید. این عکسایی که مرتب برای من میفرستین که به کلاه ایلامی، حالا لورا میگن فقط مال وزیده بزنیم همه باشی، این کلاه ایلامی ما این زیبا سرنگش کردیم و اینا، میدونید زحمات زیادی کشیدن، بوده چند ماه چند تا از این کلاهی که من میبینی سرم بگیرم، برای همه نمیتونن اون رو درست کنن ولی همه میتونن فروهر رو روش بذارن. بچه های زیادی هستن که با فروهر گذاشتن با کلاه ایلامی 7000 ساله بر من عکساشون رو فرستادن و میفرستن، سپاسگزارتون هستم، دیدیدم که ازش بهره ببرم، میبینیدم که چطور احترامتون رو دارم، عزتتون رو دارم، دستبوس و پابوس شما ملت سربلند شریفی که ایران رو شما آزاد میکنید، من مطمئن هستم، در این شکی ندارم، نسل فردوسی این تازیان رو، این سادات تازی رو،
به گورستان میبره این بار و در بازیشون نمیفته. ببینم خسته شدی. ببینم. خب اینجا نشسته بود خیلی خسته شد. یه خداحافظی بکن. بیا بای بای بکن. بای بای میکنی جیلبه. چه خوب پسر خوب. حالا برو استراحت بکن. دوستان عزیز، روز و شب خوشی داشته باشید. به حیوان میرسیم، به حیوان میرسیم. عزت، احترام، خوراک، به زنده ها هم برسیم، به زنده ها هم برسیم. سرنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان.